قیام سراسری مردم ایران پنجشنبه گذشته هفتم دیماه 96 از شهر مشهد با تظاهراتی آغاز شد و به سرعت در شهرهای مختلف گسترش یافت. همکنون پس از گذشت 6 روز به یک قیام سراسری علیه نظام حاکم بر ایران تبدیل شده که در صدر اخبار رسانه‌های معتبر جهان در 5 روز گذشته قرار گرفت. در همین ارتباط گفتگویی داشتم با هاشم خواستار، نماینده معلمان کشور، که توجه شما رو به این گفتگو جلب. آقای خواستار، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو مجدداً در اختیار دور تیوی قرار دادید تا در ششمین روز از قیام سراسری مردم ایران علیه ظلم و ستم دستگاه حاکم بر ایران گفتگویی رو با شما داشته باشیم. خواهش میکنم. درود بر شما و همکارانتون و سلام بر این ملت قهرمان ایران که دارن انقلابی رو رقم میزنن که به جرئت میتونم بگم که اگر از انقلاب کبیر فرانسه بالاتر و بهتر نباشه، در ردیف انقلاب کبیر فرانسه خواهد بود که آثار بسیار شگفت انگیزی بر منطقه خاورمیانه به خصوص که مسلمان هستن خواهد گذاشت. چرا که منطقه خاورمیانه متاسفانه در استبداد به سر میبره و این آزادی و دموکراسی از کشور ایران باید شروع بشه که در کل منطقه خاورمیانه نهادینه بشه. همین دموکراسی. بله. آقای خواستار، قیام سراسری مردم ایران که امروز ما در روز ششم از اون هستیم، پنجشنبه گذشته هفتم دیماه از یک تظاهرات در شهر مشهد شروع شد، به سرعت این تظاهرات به شهرهای دیگه کشیده شد و در روز ششم امروز به یک قیام سراسری در اکثر شهرهای مختلف ایران تبدیل شده، به صورتی که در 5 روز گذشته خبر خیزش مردم ایران علیه ظلم و ستم دستگاه حاکمه در صدر اخبار رسانه‌های معتبر دنیا قرار گرفته. می‌خواستم تحلیل شما رو در ارتباط با این خیزش و قیام سراسری مردم ایران بدونم. این انقلابی که از مشهد شروع شد و استارتش زده شد و در تمام سطح کشور گسترده شد، این انقلاب محرومان هست، انقلاب ندارها هست، انقلاب ضعیفان، کشاورز، کارگر، معلم، همه و همه هست و تمام اینها دست به دست هم دادن که چی؟ که یک حرکت بزرگی به وجود بیارن. و خوشبختانه در این انقلاب مردم روحانیت هیچ نقشی نداره، که هیچ به جای خود و برای اولین بار هست که روحانیت در مقابل ملت ایستاده. و من در همین جا لازم هست که به روحانیت هشدار بدم که در از جلوی این سیل عظیم خودتون رو به کنار بکشید، که این سیل بزرگ شما رو با خودش خواهد برد. آقای خواستار، امروز که ششمین روز از قیام سراسری مردم ایران رو ما درش هستیم، عده‌ای از آقایون با عنوان اصلاح طلبان پا در میدان گذاشتن تا به نحوی مردم رو دعوت کنند که به خانه ها بازگردن. نام اعتراضات چند روز گذشته رو به نحوی آشوبگری و اغتشاش گذاشتند و گفتند که نتیجهش میشه حاکمیت نظامیان بر جامعه، و اظهاراتی کردند از قبیل اینکه ایران به سوریه دیگه تبدیل میشه و این گونه صحبت ها. میخواستم نظر شما رو در ارتباط با اظهار نظرهایی که این آقایون با عنوان اصلاح طلبان در این برهه از زمانی دارن انجام میدن بدونم. بنده همینجا میگم که بیش از 20 سال از اصلاح طلبی گذشته. من از آقایان اصلاح طلب سوال میکنم، چه گونی به سر این ملت گذاشتید؟ این کشور روز به روز بدتر شد، فقیرتر شد، فلاکتبارتر شد و بهتر نشد. چه اصلاحاتی صورت گرفت؟ من مسئله رو کامل باز نمی کنم، به شما اصلاح طلبا دارم میگم، کاری نکنید جنایت هایی که در دهه 60 سو انجام دادید رو بکنیم. شما به جای این که با ملت همراهی کنید، ملت رو اختشاشگر نام میبرید. ملت فراموش کردن که شما این ملت رو به دنبال خودتون دوندید. ولی چی؟ ولی هم دست بودید با همون اصولگراها در حفظ همین نظام، همین حکومت که جنایت میکنه. پس به خودتون بیایید،
اگر با ملت همراهی نمی کنید لااقل سکوت کنید. و اما این که یه عده از اینها میگن که ایران سوریه میشه، ملت قهرمان ایران، شما یک پارچه به یک دست هستید، کرد، ترک، بلوچ، عرب، فارس، شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، همه با هم هستیم. این حرکت شما یک حرکت ملی هست. این دروغی بیش نیست که ایران سوریه میشه. به هیچ عنوان ایران سوریه نمیشه. ملت ما متحد هست در مقابل یک نظامی که فقط از اون ظلم به وجود آمده، ظلم میباره. ملت قهرمان ایران، اتحادتون رو حفظ کنید و فریب این حرفا رو نخورید. آی خواستار، در آخر پاسخی که به پرسش دوم من شما دادید به نحوی با مردم ایران صحبت کردید. آخرین سوال منم از شما در همین ارتباطه، پیام شما در ششمین روز قیام سراسری مردم ایران برای مردمی که شش روزه این قیام رو از یک تظاهرات به یک قیام سراسری به یک انقلاب تبدیل کردند که در صدر اخبار رسانه‌های معتبر دنیا قرار گرفت و این پیام رو داد به نهادهای بین المللی حقوق بشری، به تمامی سران کشورهای دنیا، به تمام رسانه‌ها که کف مطالبات ما مردم ایران تغییر نظام حاکم بر ایرانه، ما دیگه جمهوری اسلامی رو نمیخوام، پیام شما برای این مردم چیه؟ بنده پیامم این هست که ملت قهرمان ایران، خیابان ها رو ترک نکنید، همه با هم، پیر و جوان، کرد و ترک و فارس و بلوچ و عرب و ترکمن، همه با هم بیایید وارد خیابان ها بشید و این کشور از این غارتگران نجات بدید. این انقلاب هست، یک انقلابی به تمام معنا. خیابانها را ترک نکنید که اینها رفتنی هستند. این حکومت به اصطلاح اسلامی که هیچ رنگ و بوی از اسلام نبرده، تحت هیچ شرایطی اصلاح پذیر نیست. همونطور که شما با گوشت و استخوانتون لمس کردید و متوجه شدید که روز به روز فقیرتر میشید، ندارتر میشید، طلاق بیشتر میشه، اعتیاد بیشتر میشه، زندان ها پرتر میشه، این نشانه های این هست که این حکومت اصلاح پذیر نیست. پس ملت قهرمان ایران، خیابان ها رو ترک نکنید و هرچی بیشتر به خیابان ها بریزید و در خیابان ها باشید و اعتراضتون رو به این حاکمان نشون بدید و به تمام دنیا نشون بدید که ما این حکومت رو نمیخوایم. ملت قهرمان ایران، بارها گفتم، برابر همین قانون اساسی خودشون و حقوق بین الملل تجمع آزاد است. شما با تجمع مصالحت آمیز به این حاکمیت نمیگویید و حقوق بین الملل، سازمان ملل، نهادهای بین المللی این تجمعاتتون به رسمیت شناخته، پس به پیش که به اون آزادی و دموکراسی برسیم. تنها راه رهایی این کشور آزادی و دموکراسی هست و این آخوندها باید از سر راه ملت برداشته بشن. آقای خواستار، سپاسگزارم. خواهش میکنم. درود بر شما.